هر سال میلیون ها سنگریزه در مراسم رمی جمرات به سمت شیطان پرتاب می شود. شاید اینکه این سنگ ها بعد از پرتاب شدن به کجا می روند و چه بلایی سر آنها می آید سوالی است که ذهن بسیاری از مخاطبین را به خود جلب کرده باشد. شبکه ماهواره الجزیره در گزارشی با عنوان سنگریزه های رمی جمرات به کجا می روند به فرایند و سرنوشت سنگ های پرتاب شده در مراسم رمی جمرات پرداخت. در این گزارش آمده سالانه بیش از هزار تن سنگریزه در ایام حج به سمت شیطان پرتاب می شود که در صورت عدم وجود مکانیسم می خواست برای جابجایی این سنگریزه ها متراکم و به کوه تبدیل خواهند شد. در موسم حج زائران در سه روز تشریق یعنی رمی اولا، وستا و اقبا به سمت شیطان سنگ پرتاب می کنند و حجاج جمرات را از منا یا مزدلفه که مقادیری از سنگ ریزه ها در آن وجود دارد می گیرند. برخی از علمای اسلام رمی جمرات را دشنام دادن به شیطان و تحقیر و مخالفت با او و پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم می دانند که در این رابطه فرمودند مناسک خود را از من بگیرید اما این سنگریزه های جمرات پس از پرتاب زائران به کجا می روند؟ پاسخ این است که این سنگ ریزه ها پس از انداختن توسط زائران از چند مرحله عبور می کنند. ابتدا در پایین حوزهای جمرات فرود می آیند و سپس وارد سیستم خودکار می شوند تا جمرات از غیر جمرات جدا سازی شود. در پایین پل جمرات راز منتاج سنگ ریزه ها نهفته است. جایی که این سنگ ریزه ها با کمربند های بزرگی جمعوری شده و سپس بعد از جمعوری توسط یک سیستم خودکار جابجا جا می شوند. این سیستم همچنین حسگرهایی برای مرتب سازی و جداسازی شنها از سنگ ریزه ها دارد. سیستم بالابر خودکار به تسریع ذخیره سازی سنگ ها در زیرزمین تأسیسات پل جمرات کمک می کند. و از طریق دروازه های الکترونیکی واقع در طبقه های این پل سنگ ریزه ها به خودروهای کمپرسور منتقل می شوند. سپس سنگ ریزه ها به عنوان زباله در محل های دفن زباله دفن می شود و مقادیر دفن شده آمار آمارهای رسمی سالانه حدود یک هزار تن تخمین زده می شود. فاطمه موسوی اخبار شیر